سلام به همه همراهان عزیز، با یکی دیگه از برنامه‌های پروژه من در خدمت شما هستم. من سپیده سعیدی نژاد، فوق لیسانس روانشناسی دارم و مربی زندگی هستم و هدفم از این برنامه اینه که به شما کمک کنم تا با درونتون آشتی کنید، آگاهی پیدا کنید به باورهای غلطی که شاید از آدم‌های مختلف توی زندگیتون شنیدید، شاید جامعه بهتون گفتن و باعث شده که امروز نتونید اون زندگی که دلتون میخواد رو توی زندگیتون تجربه کنید. پس با من توی این برنامه همراه باشید. حتما به دوستانتون بگید که میتونن من رو توی اینستاگرام فالو کنن @sepi_coaching که اونجا میتونید با همدیگه در ارتباط باشین، برنامه های دیگر رو نگاه کنید و همینطور خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. خب میخوام امروز راجع به این مسئله صحبت کنم که فکر کنم که برای خیلی از خانوم ها و آقایون، مخصوصا خانوم ها، بعد از سن 30 اتفاق میفته و شروع میکنن بیش از اندازه بهش فکر کردن و اون مسئله هم ازدواجه. ازدواج معضلی شده که خیلی از خانوم ها و آقایون صبح تا شب بهش فکر میکنن، به خاطر اینکه هنوز ازدواج نکردن خودشون رو سرزنش میکنن و باعث شده که جای اینی که این ازدواج یک چیز قشنگی باشه، وقتی شما بهش فکر میکنید، حتی بهش فکر میکنید احساس خوبی داشته باشید، باعث شده هر دفعه که به ازدواج فکر میکنید احساس بدی داشته باشید و خودتون رو سرزنش کنید که چرا من تا الان ازدواج نکردم. و خیلی جالبه که توی جامعه ما وقتی یه نفری هنوز ازدواج نکرده، مخصوصا دختر خانم ها وقتی هنوز ازدواج نکردن بعد از 30، ازشون سوال میشه که دختر به این خوشگلی، با این تحصیلات، با این خانواده خوب، چطور تو هنوز ازدواج نکردی؟ و باور بر اینه که تو اگر همه این محاسن رو داشته باشی باید تو الان ازدواج کرده باشی، بچه داشته باشی و برای خودت زندگی تشکیل داده باشی. میخوام امروز به همه شما دوستان عزیز بگم که این باور اشتباهیه. شما اگر ازدواج کرده باشید معنیش این نیستش که آدم موفق تری هستید، چون همون جوری که خودتون میدونین خیلی از اطرافیان شما ممکنه ازدواج کرده باشن و از این ازدواجشون ناراضی هم و اصلا خوشحال نیستن که چرا ازدواج کردن، ولی جامعه اومده تاکید بیش از اندازه‌ای کرده که ماها باور کردیم که اگر ازدواج کنیم آدم‌های ارزشمندتری هستیم و اگر ازدواج نکرده باشیم انگار که اون ارزش رو نداشتیم یا اون لیاقت رو نداشتیم که یک نفر بیاد ما رو انتخاب کنه و ما تصمیم بگیریم که با همدیگه زندگی تشکیل بدیم. وقتی شما باورتون اینه که ازدواج باعث میشه که شما ارزشتون بالاتر بره، ناخودآگاه آدمی میشین که وابسته میشه، آدمی میشین که نیازمنده و طرف مقابل وقتی میاد با شما بره بیرون، با شما ملاقاتی داشته باشه، این احساس رو از شما میگیره. که انگار شما یه دختری هستید که تا الان تمام آرزوهاتون رو گذاشتید روی این آدم و منتظرید که این شاهزاده سوار بر اسب بیاد و زندگی شما رو تغییر بده. و این باور غلط باعث میشه که اعتماد به نفسی که شما دارید و به خاطر همه اون چیزهای خوبی که دارید، مثلا زیبایی، تحصیلات دارید، اخلاق خوب دارید، هم در بیرون کار میکنید، هم در خونه کار میکنید، همه چیزی رو که یک به قول معروف مردی دلش میخواد داشته باشه شما دارید، ولی مهمترین چیزی رو که ندارید اعتماد به نفسه و دونستن اینه که شما با ازدواج کردن آدم ارزشمندتری نمیشید. این نیستش که شما اگر ازدواج کنید یعنی یک موفقیت بزرگ رو به دست آوردید. درسته یک ازدواج خوب، یک ازدواجی که دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن و به هم تعهد داشته باشن یک چیز خیلی قشنگیه. آوردن یک بچه توی یک محیطی که پر از عشقه، که دو نفر آدم‌های آگاهی هستن، روی خودشون کار میکنن، به خودشون اهمیت میدن، خیلی قشنگه. ولی اگر شما یک بچه رو وارد محیطی بکنید که این محیط توش تنش هست و پدر مادر با هم دعوا میکنن و
خانواده ها دخالت میکنن و مرزبندی درستی نداره، خب اون بچه هم میاد توی اون زندگی و آسیب میبینه و ما مسئولیم که مراقب این بچه باشیم که آسیب نبینه. و این نیستش که فقط شما یک بچه ای رو وارد این دنیا بکنین چون بچه دار شدن یا مادر شدن یه پوان خیلی مثبتیه و شما باید داشته باشید و انگار که همه دوستای شما ازدواج کردن، مخصوصا بعد از 30 خب خیلی اتفاق میفته که دوستای شما ازدواج کردن بچه دارن و شما ناخودآگاه خودتون رو سرزنش میکنید که پس چرا اونا بچه دارن، پس چرا اونا ازدواج کردن، پس چرا من نکردم، و میاین اون مسیر زندگی خودتون رو با مسیر زندگی آدمهای دیگه مقایسه میکنید و وقتی یه آدم میاد جلوتون به زور میخواین اون رابطه رو جوش بدید، به زور این رابطه اتفاق بیفته و شما ازدواج کنید و یک فشار بیش از اندازه روی اون مرد میذارید که ما حتما باید ازدواج کنیم، حتما باید رابطه‌مون جدی بشه، در صورتی که اگر اون آدم خودش آماده باشه این درخواست رو از شما میکنه و در همون جلسات اول که شما رو میبینه شما باید اون اعتماد به نفس رو داشته باشید و بدونید که اگر شما دوتا روحاتون در کنار همدیگه قرار گرفته تا روش کنن، تا به همدیگه کمک کنن، این اتفاق 100% برای شما میافته. و اگر شما روح شما و روح این آدم قرار نیست رشد کنه و قرار نیست به اون جایی که باید برسه، بهتره که اصلا این رابطه از همون اول تشکیل نشه. حالا من یه چیزی که خیلی از شما میشنوم تو جلسات خصوصیم اینه که به من میگن که سفیده میدونی چه، من اصلا ازدواج دیگه اونقدر برام مهم نیست، ولی فشارهای خانواده باعث میشه که من همش مجبور باشم که دنبال یه آدمی باشم، فکر کنم تنها خوشحال نیستم و دلم میخواد مامان بابامو خوشحال کنم. خب حالا میخوام با مادر پدرهای عزیز صحبت کنم و بهتون بگم فشار بیش از اندازه‌ای که روی بچه‌تون می‌ذارید برای ازدواج باعث این میشه که بچه‌هاتون ازتون دور بشن، نه اینی که بهتون نزدیک بشن. من میدونم که شما همه مادر پدرهای عزیز دلتون میخواد بچه‌هاتون خوشبخت بشن، دلتون میخواد زندگی خوبی داشته باشن، دوست دارید نوه‌دار بشید، همه اینها کاملا شما حق دارید و دارید درست میگید، خب؟ ولی خیلی مهمه ببینید که اون طرف یعنی دخترتون یا پسرتون آیا اون آدم هم اندازه شما اشتیاق به ازدواج کردن رو داره یا نه فقط برای اینکه شما رو خوشحال کنه داره این کار رو میکنه. یا من نمیدونم چرا شماها فکر میکنید که اگر یک دختر یا پسری ازدواج نکرده باشه یعنی آدم خوشبختی نیست. واقعیتش اینه که خوشبختی در ازدواج نیست. دوباره تاکید میکنم شما دور و بر خودتون یک عالمه ممکنه آدمی داشته باشه که ازدواج کرده باشن ولی خوشبخت نیستن، چرا که خودشون آدمهای خوشحالی نیستن. بنابراین شما اگر میخواید تمرکزتون روی این باشه که بچه‌تون خوشبخت بشه بهش کمک کنید که آدم خوشحالی باشه و ازش بپرسید چه چیزهایی که توی این دنیا تو رو خوشحال میکنه. من میخوام تو رو به عنوان مادر پدر حمایت کنم که تو بری دنبال اون خوشحالی، بری دنبال اون چیزی که واقعا از درون اون شعف و شادی رو به تو میده و میتونه یه دنیای قشنگی برای تو بسازه. ولی اگر شما هی اون طرف رو زورش کنید که بره ازدواج کنه، اون آدم احساس میکنه، اون بچه احساس میکنه که انگار وجود خودش برای شما کافی نیست و حتما باید یک تصویر پرفکت رو به شما نشون بده تا شما از دستش راضی باشید و اون رو بپذیرید و سرش غر نزنید. من انقدر میشنوم که خانم ها و آقایون میان پیشم میگن که انقدر مادر پدرم بهم غر میزنه چرا تا الان ازدواج نکردی، مگه تو چته، نگاه کن همه دوستات، همه نمیدونم پسر خاله دختر خالهات همه ازدواج کردن، تو چرا ازدواج نمی کنی؟ و انگار که اون آدم رو واقعا میذارن توی یک زندانی که اگر کلید اومدن بیرون از این زندان ازدواجه. واقعیتش اینه که این درست نیست. شما دلتون میخوان به بچه‌تون احساس ارزشمندی بدید و بهش نشون بدید که اون آدم ارزشمندیه چه در ازدواج باشه چه نباشه. و
و اگر ازدواج نکرده تا الان تصمیم شخصی خودش بوده. من فکر نمی کنم که مخصوصا بعد از 30 دارم میگم، بعد از 30 دختر یا پسر شما بخواد خودش رو اذیت کنه یا عقلش نرسیده باشه که برای خودش درست تصمیم بگیره، بعد از 30 دیگه همه آدم ها به اون بلوغ فکری میرسن. پس اون آدم میدونه که براش چی خوبه چی خوب نیست. وقتی شما بیش از اندازه بهش فشار میارید، باعث میشه که اون فشار باعث میشه که نتونه آدم درستی رو انتخاب کنه و فقط به خاطر اینکه صرف اینی که ازدواج کرده باشه بره یه آدمی رو انتخاب کنه و بچه دار شه و 2 سال بعدش هم ازش بیاد بیرون و خوشحال نباشه. پس خانم‌های عزیز ازتون خواهش میکنم و آقایون خب ازتون خواهش میکنم اینقدر روی ازدواج تاکید نکنید. شما باید یاد بگیرید که آدم خوشحالی باشید. اصلا شما فکر کنید که میخواید برید توی ازدواج، بعد همه مسئولیت خوشحالیتون رو بندازید سر طرف مقابل. خب طرف مقابل هم خسته میشه. چرا شما فکر میکنید که اینقدر طلاق زیاد شده الان و آدم ها نمیتونن در کنار همدیگه زندگی کنن؟ یکی از دلایلش اینه که آدم ها برای خودشون مسئولیت پذیر نیستن و احساس میکنن که خوشحالیشون و اون هیجان زندگیشون دست طرف مقابله. من اگر آدمیم که واقعا هدفم ازدواجه و دلم میخواد ازدواج کنم، اول روی این تمرکز میکنم که خودم آدم خوشحالی باشم، خودم آدمی باشم که استقلال داشته باشم، بتونم رو پای خودم وایسم، از خودم مراقبت کنم، به کارهایی که دوست دارم برسم، نه اینکه منتظر این باشم که طرف مقابل بیاد توی زندگیم تا من برم یه سری کارها رو انجام بدم. شما خودت به عنوان یک انسان توانمندی، میتونی کارهایی که دوست داری رو توی این دنیا برای خودت انجام بدی. پس وظیفه داری و مسئولیت این رو باید بپذیری که بری دنبال کاری که دوست داری. مثلا من خیلی از خانم‌ها رو می‌بینم منتظر این میشن که اون شاهزاده سوار بر اسب بیاد و یک زندگی رویایی براشون بسازه، چه از لحاظ کاری چه از لحاظ موقعیت مالی. وظیفه اون آدم نیست که برای شما این رو فراهم کنه. همینطور از اون بر آقایون بیشتر کارشون رو انجام نمیدن، فکر میکنن کارهای خونه فقط مال زن هاست. نه، الان واقعیتش اینه که زن ها به اندازه مرد ها کار میکنن و دلشون میخواد توی زندگیشون پیشرفت کنن. پس شما هم میتونید توی اون خونه کمک کنی که از الان یاد بگیری که از خونه خودت، از جایی که هستی خوب مراقبت کنی و مسئولیت پذیر باشی که تا وقتی که در کنار یک آدمی قرار گرفتی فکر نکنی اون همسرت یا زنت باید تمام کارهای تو رو انجام بده و همش باید حواسش به تو باشه. تو یک مرد بالغی هستی که تصمیم گرفتی با یک زن بالغ در کنار همدیگه یک رابطه خوب بسازی. مهم اینه که خانوم ها و آقایون جفتشون روی چیزهایی که دوست دارن تمرکز کنن و اون چیزهایی که دوست دارن برسن و در این حال بیان در کنار همدیگه قرار بگیرن. و اگر هم تا الان ازدواج نکردید، من میخوام بهتون بگم که هیچ اشکالی نداره که تا الان ازدواج نکردید، چون حتما اگر نگاه میکردید به تمام اون کیسای قبلی که داشتید، اگر با اون آدم ها ازدواج میکردید شاید اون رابطه خوب اتفاق نمیافتاد. در هر صورت گذشته تموم شده و ما نمیتونیم بشیم حسرت گذشته رو بخوریم که وای فلان دختر رو یا فلان پسر رو من رد کردم، قدرش رو ندونستم، وای چه اتفاق بدی افتاد، حالا دیگه هیچ آدمی توی زندگی نمیاد، هیچ اتفاق نمیفته. نه، اتفاقا شما وقتی آدم خوشحالی میشید و این کارهایی که بهتون گفتم رو انجام میدید، آدم ها دوست دارن در کنار شما قرار بگیرن. آدم های بیشتری اصلا میان توی زندگی شما تا با شما باشن، تا با شما برن بیرون، اصلا در کنار شما باشن تا احساس خوبی داشته باشن. بنابراین شما فقط باید حواستون به این باشه که بدونید که انسان ارزشمندی هستید و وقتی با یک دختری با یک پسری میرید بیرون اینقدر نشون ندید که اگر من رابطه نداشته باشم زندگیم به فناست. چرا؟ رابطه خیلی چیز خوبیه، خیلی به شما عشق میده، ولی شما بدون رابطه نمیمیرید. زندگیتون همچنان ادامه داره و این حس نیاز بیش از اندازه که به طرفتون نشون میدید طرفتون رو کاملا
آف میکنه و اصلا دلش نمیخواد با شما توی رابطه باشه. دومیش اینه که پدر مادرهای عزیز، خواهش میکنم ازتون اگر دوست دارید که بچهاتون بهتون نزدیک باشن، باهاتون درد و دل کنن، بیان در کنارتون باشن، بیشتر ازتون وقت بگذرونن، خواهش میکنم سرشون قر نزنید که چرا تا الان ازدواج نکردن. موقعی که اون آدم درست در راهشون قرار بگیره این کار رو انجام میدن و با شما با این کلمه های تیکه هایی که میدازید، این کلمه هایی که بهشون میگین، هیچ بهشون کمک نمی کنید که آدم درستی رو انتخاب کنن. اون آدم درست خودش میاد وقتی که من آدم خوشحالی باشم. قسمت سومش که میخوام بهتون بگم، حالا راجع به ازدواج حرف زدم، راجع به طلاق. طلاق هم من خیلی وقتا دیدم که آدم ها فکر میکنن طلاق یعنی شکست، یعنی توی رابطه ای هستن ناراضی هن، طرف داره اذیتشون میکنه، باهاشون بدرفتاری میکنه، طرف بهشون خیانت، که اصلا یک رابطه بسیار سمیه. خب ولی فکر میکنن که اگر من الان طلاق بگیرم یه شکسته، حالا بقیه راجب من چی فکر میکنن، حالا جامعه راجب من چی فکر میکنه. خب این مسائل بودن 100 سال پیش مخصوصا تو جامعه ایرانی بوده که اگر مثلا کسی طلاق میگرفته، مخصوصا خانم ها، بیوه میشده، نمیدونم وای چقدر اتفاق بدی میافتاده و اصلا به عنوان یک آدم بد این زن رو نگاه میکردن. ولی حالا در قرنی که ما الان داریم زندگی میکنیم، طلاق هم جزوی از یک رابطه هست، ممکنه اتفاق بیفته. شما دوست ندارید که بچهتون وقتی که داره آزار میبینه، وقتی داره زجر میکشه، توی رابطه ای باشه که اصلا بهش کمک نمیکنه و هر روز انگار روحش داره نابود میشه. شما به عنوان پدر مادر اگر میبینید که اون دوتا طرف نمیتونن با هم دیگه زندگی کنن، باید اون آدم رو حمایت کنید که از اون رابطه بیاد بیرون و فکر نکنید که طلاق شکسته. نه، طلاق توی زمانهای کاملا پیروزیه، برای که من اگر توی محیطی هستم که دارم آزار میبینم و دارم اذیت میشم، حتما این طلاق باعث میشه که من به موفقیت‌های بیشتری برسم، باعث میشه که این آدمی که در کنارم و داره من اذیت میکنه رو از زندگی کاملا بذارم بیرون و برم دنبال زندگی که حالم خوب باشه. به خاطر اینکه تو اون شرایط وقتی شما توی یه رابطه ای هستین که حالتون خوب نیست، حالا طلاق یا اصلا تموم کردن یک رابطه، وقتی حالتون خوب نیست، هر چقدر بیشتر بمونین روحتون بیشتر ساییده میشه، بیشتر حالتون بد میشه و از توش اومدن بیرون براتون سخت‌تر میشه. درسته شما به نظر من حتما باید بریم پیش روانشناس، با روانشناس بخواین که شما رو به عنوان زوج ببینن، باهاتون صحبت کنن، ببینن که چه کارهایی میشه انجام بدین که رابطه رو بهتر کنین. یه جایی هم هست که دیگه نمیشه رابطه رو بهتر کرد، چون اون دوتا آدم دیگه وقت اینه که از هم دور بشن و مسیرشون از هم جدا بشه. شما نمیتونید دوتا آدم رو مجبور کنید که توی رابطه بمونن به خاطر فشارهای پدر مادر یا اینکه جامعه چی میگه. اون جامعه ای که فکر میکنید چی میگه، شبا میرن خونه خودشون، خوشحالی خودشون رو دارن، به شما هم فکر نمیکنن. شمایی که باید بمونید توی یک رابطه ای که داره هر روز اذیتت میکنه و قلبت رو میشکنه. پس دلم میخواد مخصوصا ماها یاد بگیریم، این نسل جدید یاد بگیریم که برای بقیه زندگی نکنیم، برای خودمون زندگی کنیم و بدونیم که طلاق گرفتن هیچ شکست نیست. راجع به مسئله طلاق حتما تو برنامه های بعدی اختصاص میدم یک برنامه رو برای طلاق، برای اینکه ماها آگاهی بیشتری داشته باشین. به نظر من شما وقتی آگاهی بیشتری نسبت به خودتون دارین، تصمیمات درستی میتونید بگیرید و از این باورهای قبیله‌ای، طایفه‌ای، جامعه میای بیرون و کاری رو انجام میدید که برای شما خوبه. شاید یک کاری برای یک آدمی خوبه، یک کاری برای یک آدمی خوب نیست، ولی هر آدمی باید انقدر با درون خودش آشنا باشه، انقدر درون خودش رو خوب بشناسه که بدونه چه کاری براش خوبه و از اون قطب نمای درونی استفاده کنه برای جهت گرفتن توی زندگی. نه اینی که بره قطب نماهای بقیه رو برداره فکر کنه اگر مسیری که اونا رفتن بره زندگیش بهتر میشه و زندگیش تغییر میکنه. واقعیتش این نیست. شما همتون آدمهای توانمندی هستید، میتونید به اون چیزهایی که دلتون میخواد برسید، فقط باید این باورهای غلط رو از دیدارتون بزنید کنار، از جلو چشمتون بزنید کنار تا بتونید ببینید و درست برای خودتون تصمیم بگیرید. امیدوارم که این برنامه به شما کمک کرده باشه که واقعا نظرتون رو راجع به ازدواج کاملا عوض کنید.
خانم‌های عزیز بتونن واقعا ببینن که از این به بعد با افتخار بگید که ازدواج نکردید، با افتخار بگید که سینگلید، برای اینکه شما تصمیم گرفتید که آدم درستی رو انتخاب کنید و هیچ فرقی بین شما با کسی که ازدواج کرده نداره. اون یه مسیر دیگه‌ای داشته، شاید یک آدم خوبی در کنارش قرار گرفته که این اتفاق افتاده. اگر برای شما هنوز اتفاق نیفتاده، معنی این رو نمیده که شما آدم بدی هستید. شما همچنان آدم خوبی هستید و منتظر کسی هستید که بتونید در کنارش رشد کنید، به آگاهی برسید و با همدیگه کامل بشید و یک رابطه خیلی قشنگ رو ایجاد کنید که بتونید درش در بچه های خوبی هم داشته باشید. من این بچه ها از عشق پدر مادر لذت ببرن، دعوای پدر مادر رو نبینن، یک محیط سالمی باشه و حالشون واقعا خوب باشه. از این به بعد یک نگاه جدید داشته باشیم به ازدواج. حتما من رو در اینستاگرام فالو کنید چون خیلی دوست دارم باهاتون در ارتباط باشم. یه خبر خوبی هم که این چند هفته اتفاق افتاده اینه که من هفته پیش یه گروه درمانی دارم به نام زنان شجاع و هدفمند که این زنها از همه جای دنیا با من همراه میشن در این کلاس، از استرالیا گرفته کانادا، آمریکا، اروپا، در همه جای دنیا در کنار همدیگه قرار میگیرن و آمادن که زندگیشون رو تغییر بدن. و من این کلاس رو هفته پیش اعلام کردم، این هفته پر شد و دیگه ما جایی نداریم و خیلی جالبه که هنوز این کلاس شروع نشده، یک فضای امنی ایجاد شده برای این زنها که خودشون باشن، از ترسهاشون صحبت کنن و من بهشون کمک کنم تا واقعا مسائل درونیشون رو درمان کنن و اعتماد به نفس و شجاعت رو توی زندگیشون تجربه کنن. اگر شما هم دوست دارید که در دوره بعدی شرکت کنین، حتما به من توی اینستاگرام پیغام بدید. هر جای دنیا که باشید میتونید در این دوره شرکت کنید و یک فضای کاملا امنیه برای رشد. ممنونم از اینکه تا الان با من همراه بودین. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که در برنامه بعدی ببینمتون. فعلا خدا حافظ همگی.